مهسا امرآبادی در راه بازگشت به زندان اوین تهران. این روزنامه‌نگار زندانی را همسرش مسعود باستانی که او هم به طور موقت از زندان بیرون آمده همراهی می‌کند. مسعود باستانی به 6 سال حبس محکوم شده. او پس از انتخابات خرداد 88 بازداشت شد. مهسا امرآبادی هم به 2 سال حبس محکوم شده. روزنامه نگاران زندانی در ایران این روزها دستگیری های پیاپی آنها با اعتراض مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه 17 بهمن ماه با صدور بیانیه‌ای در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً به موج بازداشت گسترده روزنامه نگاران پایان دهد. این 4 نفر ابراز نگرانی کردند که بازداشت اخیر 17 روزنامه‌نگار و خبرنگار در ایران بخشی از اقدامی گسترده‌تر برای سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر باشد. وزارت اطلاعات ایران تا کنون با صدور 2 اطلاعیه روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر را مرتبط با شبکه بی بی سی که آن را رسانه استکبار نامیده دانسته است. بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران بقیده من مربوط به فضای انتخاباتی هستش که در پیشه. در فضای انتخاباتی تحرک سیاسی و مدنی در جامعه به شدت افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین جمهوری اسلامی و خصوصاً شخص خامنه‌ای که در بحرانی‌ترین وضعیت خودش به سر می‌برند، تحمل این رو ندارن که بخوان تنش‌های بیشتری رو خصوصاً از طرف جامعه مدنی در آستانه انتخابات تحمل کنن. بنابراین به منظور ایجاد ترس و ارعاب و پیشگیری از تنش‌های پیش رو این بازداشت‌ها رو بعقیده من انجام دادن تا در واقع این پیام رو به جامعه برسونن که اجازه استفاده از فرصت انتخابات رو نخواهیم داد. اما این تنها روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیستند که این روزها پایشان به زندان باز شده. یاسان موسوی فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 از روز یک شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. این برخلاف قانون هست. در حالی که حصر خانگی میرحسین موسوی، همسرش خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی به سومین سال روز خود میرسد. گروهی از فعالان سیاسی ملی مذهبی در خارج از ایران از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستند تا از حکومت ایران بخواهد که حصر این سه نفر را پایان داده یا آنان را در دادگاهی علنی محاکمه کند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.